از ماشینی برای انتقال خبرنگارهای محیط زیست محل برنامه استفاده شده که این ماشین مجوز تردد نداشته، دارای نقص فنی بوده و این نقص فنی مشهود بوده. از طرف دیگه خب این مطلب هم عنوان شده که مربوط به کارخانه سیمانسازی بوده و برای اینکه حالا رایگان این بچه ها رو منتقل بکنن از این وسیله نقلیه استفاده کردن. جالب اینجاست که هنوز کسی پاسخگوی خانواده های این بچه ها نیست و خب بسیار بچه ها خشمگین هستن، خبرنگارها که به خاطر نوع برخورد رئیس محیط زیست در مورد برخورد با بازماندگان اون حادثه و بچه هایی که مجروح بودن. اولا که بادی لنگویج رئیس سازمان محیط زیست بسیار زننده بوده، به نوعی القا کننده، نوعی بی خیالی و بی تفاوتی نسبت به جان دو تا از بهترین بچه های کشور و خب در مقابل بچه های بازماندگان داغدار اون ماشین به نظر می اومد که همدردی نیست و در کنار اون احساس مسئولیتی هم نیست. تا الان هم که پاسخگویی نبوده به خانواده های این بچه ها، مخصوصا از طرف خانواده دو تا دوست ما که از دنیا رفتن. این عزم باید وجود داشته باشه که پیگیر حقیقت این ماجرا باشن و به دنبال این باشن که مقصر اصلی و واقعی این ماجرا، کسی که مسئولیت نظارت و تضمین امنیت جانی این بچه ها رو به عهده داشته، باید پیدا بشه و ازش شکایت بشه و از طریق حال مراجع قانونی چه داخلی و اگر نشد از طریق مراجع قانونی بین المللی این داستان کاملا پیگیری بشه و به نوعی این سیکل معیوب به بی‌مسئولیت یه مسئولین و ارزانی جان ایرانیان یک جایی قطع بشه.